زندانی که مجبوری توش کار کنی و الا از زمین حذفت میکنن. گلاسیا سلام، امروز میخوایم با هم فیلم دمیل یا آسیاب محصول 2023 رو ببینیم که یکی از اون فیلم های خیلی خفنه که باعث میشه از ماتریکس بری بیرون. خیلی خوب آدم رو بیدار میکنه. نمره کمی هم به نظرم بهش دادن با اینکه خیلی حرف برای گفتن داره. بریم با هم ببینیمش. حواستون باشه و کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم مرد میانسالی به اسم جو رو میبینیم که چشماشو باز میکنه و نمیدونه کجاست. دور تا دورش مثل زندان دیوار کشیدن و غیر از یه در کاملا امنیتی و یه گردونه آسیاب هیچ چیزی نمیبینه. از ترس فریاد میزنه که بیان کمکش و صدای مردی رو از اون طرف دیوار میشنوه. یه دریچه هوا بین دیوار هاست و از اونجا شروع به سوال کردن از این مرد ناشناس میکنه. اونم به جو میگه دهنت قرار سرویس شه. از فردا قرار بدترین روزهاتو بگذرانی چون تو هم مثل من و خیلی های دیگه اینجا زندانی شدی. جو وحشت زده شده و سعی میکنه راه فراری پیدا کنه، اما خب هیچ چیزی اونجا نیست. مدتی میگذره و حالا یه نفر همون در امنیتی مقداری غذا و یه بطری آب معدنی برای جو میندازه. اونم سری خودشو میرسونه به در و دستشو از این قسمت باز شده میبره بیرون. التماس میکنه که آزادش کنن چون همسرش بارداره و باید کنار اون باشه، اما نگهبان بیرحم با بستن این دریچه دست جو رو زخمی میکنه و از اونجا میره. اونم غذاشو میخوره و کم کم هوا داره تاریک میشه. یه دفعه روی دیوار تصویری شکل میگیره و صدای هوش مصنوعی از اتاق پخش میشه. صدا به جو خوش آمد میگه و بهش توضیح میده که قراره یه دوره آموزشی برای پیشرفت توی زندگی و کار داشته باشی. جو که هنوز سردرگمه دوباره از مرد ناشناس سلول کناری سوال میکنه. اونم میگه همه ما که اینجاییم تو شرکت ملرت کار میکردیم. اینم جزوی از برنامه‌شونه. بدون توضیح اضافه ای ساکت میشه و جو تنهای شب رو میگذرونه. صبح بعدی باز براش غذا میارن و جو موقع گشتن اتاق متوجه یه چیز وحشتناک میشه. زیر قسمتی از زمین چیزی شبیه استخونهای انسانه. اونم با وحشت میره سراغ همسلولیش و بهش میگه چی پیدا کرده. اونم به آرومی میگه خیلی آدم قبل تو اینجا بودن و خب هیچ کدوم دوام نیاوردن. همش هم تقصیر این شرکت و حماقت خودمونه. توی قرارداد نوشته بودن که یه همچین برنامه‌ای دارن و ما بدون اینکه بخونیمش امضا کردیم. بعد مدتی هم تو کارمون یه خورده پسرفت داشتیم و همین باعث شده که شرکت بتونه این کارو با همون انجام بده. بهونه‌شون هم اینه که ما رو مجبور به پیشرفت می‌کنن. هر کی موفق نشه کلاً حذف میشه. دوباره تصویر کامپیوتری رو دیوار شکل می‌گیره و صدای هوش مصنوعی اول روز کاری جو رو اعلام می‌کنه. توضیح میده که هر روز از ساعت 6 صبح تا 10 شب باید اون گردونه آسیاب رو بچرخونی. در حال حاضر حداقل 50 بار در روز باید این کارو بکنی، وگرنه به شدت تنبیهت میکنیم. اگرم دائما امتیازت پایین بمونه، بعد مدتی از همه نمرت پایین‌تر میشه و جونت هم از دست میدی. جو خیلی سری با اینکه ترسیده دست به کار میشه. انقدر ذهنش درگیر و وحشت زده است که حواسش به واقعیت نیست و تا آخر شب 100 بار این آسیاب رو میچرخونه. بعدم از خستگی خوابش میبره. روز بعدی دوباره با همسلولی صحبت میکنه و جو میپرسه ما هر چقدرم تو روز ناسیابو بچرخونیم بازم خب جونمون تو خطره، چون ممکنه یکی همو بیشتر چرخونده باشدش. پس این اصلا عادلانه نیست. اما مرد ناشناس نظر دیگه ای داره و توضیح میده سعی کن زیاد به خودت فشار نگیری تا زنده بمونی. اینکه تو یه روز 100 بار اونو چرخونی اصلا خوب نیست، چون امکان داره از فردا حداقل چرخشه تو ببرن بالاتر و کم کم به یه جای محال برسه. به هر حال جو تصمیم خودشو گرفته و روز بعدی هم تا جایی که میتونه تلاش میکنه تا این موقع نبازه. توی تصوراتش خاطره ای رو به یاد میاره، خاطره روزی که یه خونه خیلی بزرگ خرید تا آرامش همسرش بیشتر باشه. وقتی زنش خیلی نگران بود که چطوری پولشو درآوردی، جو با آرومی توضیح میده که بیشتر دارم کار میکنم و اصلا نگران این چیزها نباش. خب بهای این پول زیادم جایی مشخص میشه که همسرش ازش میخواد روز بعدی باهاش بیاد برن سونوگرافی، اما خب جو میگه کار دارم و نمیتونم. این مرد مدت هاست به خاطر کارش همسرش رو رها کرده و اصلا بهش توجهی نداره. جو به خودش میاد و ساعت 10 شبه میفهمه 150 بار گردونه رو چرخونده و میخواد استراحت کنه. اما همین لحظه صدای نگهبان میاد که دستور میده لباساشو در رو بیاد بیرون. جو ترسید و میگه من هر کاری خواستید رو کردم، خواهش میکنم جونمو نگیرید. برام با نگرانی میره بیرون و فقط با شلنگ روش آب میگیرن. میفهمه این فرد یه همومه. چند روز به همین روال میگذره و هوا از قبل گرمتر شده. یه روز موقع کار همه آبی که براش آوردن رو مینوشه. وقتی درخواست یه بطری دیگه میکنه، مرد سلول کناری میگه امکان پذیر نیست و جو مجبوره با همون تشنگی کارشو ادامه بده. اگرم خیلی تشنه شه باید توی بطری دستشویی کنه و با چند تا مرحله از همون آب آشامیدنی در بیاره. خب به نظر جو این کار خیلی کثیفه و نمیتونه انجامش بده. دوباره غرق خاطراتش میشه و کارو ادامه میده.
یاد روزی میفته که همسرش نگران خرج زایمان بود و جو قول داد که بیشتر از قبل کار کنه و این پولو براش در بیاره. یه لحظه خستگی میفته زمین. ساعت 10 شب، صدای کامپیوتری پخش میشه و به جو میگه تبریک بگم، کارت فوق‌العاده بود. جو میفهمه امروز 350 بار آسیابو چرخونده. متوجه اسمی میشه که زیر آسیاب هک شده و نوشته الکس. از سلول کنار این پرسه الکسو میشناسی یا نه؟ اونم میگه زندانی قبل تو اسمش الکس بود. تنها کسی که موفق شد زنده از اونجا در بره. قبل اینکه جو خستگی بیهوش شه، صدای کامپیوتری بهش میگه شرکت مالرت به خاطر کار بی‌وقفه‌ت میخواد بهت جایزه بده. یه خودکار شیک و قیمتی کنارش میفته. روز بعدی جو عصبانی و فریاد میزنه این خودکار مسخره به چه دردم میخوره. کلی هم بد و بیراه میگه و آماده شروع روز کاری جدیده. اما با یه تفاوت بزرگ. این بار حداقل چرخش توسط شرکت روی 370 بار قرار گرفته. بیشتر از قبل به هم میریزه. میگه دستای من از روز قبل نابودن و نمیتونم این کارو بکنم. اما سخنگوی شرکت نظرش فرق داره. یه سری جمله انگیزشی چرت و پرت میگه و به جو میگه آدما بیشتر از چیزی که فکر میکنن و میتونن انجام بدن. به هر زحمتی که هست یه بار گردونه رو میچرخونه، اما هیچ تغییری اتفاق نمیفته. یه علامت زب در کنار ساعت فقط میادش. با نگرانی از سلول کنار این پرسه که جریان چیه و اونم توضیح میده حتما رفتارت بد بوده. وقتی به شرکت فوش بدی یا کار بدی انجام بدی اونا جریمت میکنن. جریمت هم اینطوریه که هر دوباری که آسیابو بچرخونی به عنوان یه بار حساب میشه. یعنی جو باید امروز 740 بار اینو بچرخونه. خب عملا غیر ممکنه و با این حال تلاششو میکنه. بی توجه به جملات انگیزشی شرکت آخر خسته میشه و تنها نزدیک به 550 بار این کارو انجام داده. صدا باز پخش میشه و بهش میگه امروز شکست خوردی. شاید انگیزت کمه و حالا عکس همسر جو رو بهش نشون میدن. بعدم گفته میشه که اگه مدام شکست بخوری همسرت هم میاریم تو همین زندان کار بکنه. جو خیلی ترسیده و روز بعدی انگیزه بیشتری داره. حالا کت خودشو میندازه روی دسته آسیاب که کمتر آسیب ببینه و باز شروع میکنه. انقدر بدنش خسته است که توهمهای مختلف میزنه و حتی صدای خودشو در حال تحقیر خودش میشنوه. صدایی که بهش میگه همه اینا تقصیر احمق بودن توه و اون شرکت داره ازت سوء استفاده میکنه. تنها یه ثانیه به ساعت 10 شب جو موفق میشه 740 بار آسیاب رو بچرخونه و همونجا میفته زمین. ساعت 2 صدای کامپیوتری جو رو بیدارش میکنه. عکسی از همسرش توی بیمارستان نشون میده که بچهشون رو زاییده، اما جو همینجا گیر کرده و حتی مهمترین لحظه زندگیش هم از دست رفته. برای همین روز بعدی از سلول کنار این پرسه الکس چجوری فرار کرد؟ من بچه‌م به دنیا اومده و نباید اینجا بمونم. اونم بهش میگه الکس یه راه فرار پیدا کرده بود. نقطه توی اتاق هست که دوربین ها نمیتونن بگیرنش. دیوار اون قسمت هم ضعیفه و الکس با کندنش از اینجا در رفت. جو متوجه این نقطه میشه و خودکاری که از شرکت هدیه گرفت و برمی‌داره. از امروز هم با پایان کار عادیش همه وقتشو به کندن سوراخ توی این قسمت میگذرونه. چند روز میگذره، بالاخره موفق میشه راه فراری درست کنه و تو اولین فرصت واردش میشه. با گذشتن از یه دریچه خیلی بزرگ به قسمت تاریکی میرسه. حالا یه نفس راحت میکشه و فکر میکنه در رفته که همین لحظه نگهبان جلوش چراغ قوه میگیره. بعدم با ضربه بوشش میکنه و جو وقتی چشماشو باز میکنه دوباره برگشته توی زندان. این بار اون قسمت دیوار رو حسابی پوشوندنش و خب دیگه راهی برای فرار نیست. صدا بهش میگه جریمه این کار روزانه 1000 بار چرخوندن اون گردون است. از اون طرف میفهمه مرد سلول کناری هم یکی از پاهاشو از دست داده، فقط به خاطر کمک به جو. خب مشخصه که دیگه هم نمیتونه بدون پاهاش کار بکنه. وسط صحبتشون به جو میگه هیچ راهی برای کمک به من نیستش. کل این زندان توسط یه هوش مصنوعی کنترل میشه که صداشو همیشه میشنوی. اون اهمیت نمیده که من سالمم یا یه پا ندارم. فقط براش مهمه که تا آخر شب چند بار این لعنتیو بچرخونم. جو متوجه یه چیز مهم میشه. زمانی که تو این شرکت مالرت کار میکرده خودش این هوش مصنوعی رو ساخت. خب نقطه ضعفش هم میدونه. میگه روش کار این هوش مصنوعی اینطوریه که ما رو با همدیگه مقایسه میکنه. هر کی از همه ضعیف‌تر باشه هم باید حذف بشه. پس اگه هیچ کدوم از این زندانیا تو یه روز کار نکنن اون هیچ کسی رو حذف نمیکنه، چون نمیتونه با هم مقایسهشون کرده باشه. سریع فریاد میزنه و به زندانیهای دیگه میگه امروز هیچ کاری نکنید. اونا هم همراهش میشن و هر کدوم به سلول کناریشون این خبر رو میرسونن. جو خوشحاله چون مطمئنه کارش نتیجه میده و تا آخر شب حتی یه بارم این گردونه‌ها چرخیده نمیشن. لحظات آخر هوش مصنوعی به همه اعلام میکنه هر کی امتیازش صفر باشه همین امشب جونش رو میگیریم. جو داد میزنه نترسید، اما خب زندانی‌ها نمیخوان زندگیشون تموم شه و یکی یکی شروع میکنن. جو وحشت در است و سلول کناری بهش میگه پاشو حداقل یه بار اون رو بچرخون. جو میدونه اگه این کارو بکنه قطعا کسی که تو سلول بغلی کارش تمومه، اما در آخر به ترسش مغلوب میشه و یه بار آسیاب رو میچرخونه.
خیلی از کار خودش ناراحت و میزنه زیر گریه، اما خب نمیتونه چیزی رو به عقب برگردونه. آخر شب دوباره با هم صحبت میکنن و مرد ناشناس میگه من فردا کارم تمومه. برای همین یه اعتراف بزرگ میکنه. به جو میگه اسم واقعی من الکسه. من کسی بودم که قبلا اونجا بودم و خواستم در برم. اما نگهبان مچمو گرفت و سلولمو عوض کرد. وقتی فهمیدم که پدر شدی، خواستم از انگیزت استفاده کنی، شاید بتونی فرار کنی. این یعنی تا به حال هیچ کسی نتونسته از اینجا بیرون بره. نزدیک 5 صبح گریه های الکس بلند میشه و با قطع شدن ناگهانی صداش جو میفهمه که کارش تمومه. صدای هوش مصنوعی هم باز پخش میشه. تصویری از همسر جو و بچه‌ای که حالا راه میره نشونش میده. جو معلوم نیست چند وقت اینجا گیر افتاده و دیدن این تصویر داغونش میکنه. فریاد میزنه و فوش میده. میگه شرکت لعنتی شما همه زندگیمو ازم گرفت. من 10 سال وقت زندگیمو سرتون گذاشته بودم و آخر اینطوری جوابمو دادید. انقدر داد و فریاد میکنه که هوش مصنوعی میگه رفتار دیگه قابل قبول نیستش. پس باید همین الان از سیستم حذف بشی. جو ترسیده و در باز میشه. چند تا آدم سفیدپوش میان و در آخر نگهبانی وارد میشه. یه سرنگ آماده میکنه که کار جو رو باهاش تموم کنه و اون که نمیخواد تسلیم شه، یه دفعه سمت نگهبان میره. بهش مدام مش میزنه و دوباره هوش مصنوعی به حرف میاد. میگه نگهبان نتونست وظیفه‌اش رو درست انجام بده. اگه تو بتونی اونو از بین ببریش پیروز میشی و نه تنها زنده میمونی، بلکه یه ترفیع شغلی هم بهت داده میشه. اما جو نمیخواد این کارو بکنه. فریاد میزنه من اون حیولایی که فکر میکنید نیستم. هیچ وقت هم نمیذارم ازم اون حیولا رو بسازید. خودم دلم میخواد استعفا بدم، نه اینکه ترفیع شغلی بگیرم. من استعفا میدم. یه دفعه همه چیز عوض میشه. جو چشماشو باز میکنه و توی اتاق با کلی کارمند دیگه است. یه دستگاه هم روی سر همشون از جمله خودشه و همه اینها یه واقعیت مجازی بودن. مردی که شبیه همون نگهبان جلوش میشینه و میگه تنها 1 ساعته که از این دستگاه داری استفاده میکنی و همه اونا رو تجربه کردی. یعنی نه بچهش به دنیا اومده، نه همسرش فاصله گرفته، نه هیچ چیز دیگه. این درخواست خودت بود که توی این پروژه از شرکت همکاری کنی. زندگی شما کارمندای شرکت خیلی شبیه هم بود و خب شما خودتون رو به چالش نمی‌کشیدید تا پیشرفت بکنید. ما شما رو توی این فضای مجازی گذاشتیم تا نهایت قدرتتون رو نشون بدید و تو از همه بهتر تلاش کردید. برای همینم الان یه ترفیع شغلی گرفتی و دوتایی به دفتر کار جدید جو میرن. براش توضیح میدن که وظایف جدید شطوری و بعدم قرارداد اصلی شرکت رو یادآوری میکنن که حق نداره در مورد این آزمایش ها با هیچ کسی حرف بزنه. جو به ظاهر خوشحاله، اما وقتی تنها میشه میگه یه روز این شرکت رو با آتیش میکشم. و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. در مورد این فیلم زیاد نمیخوام حرف بزنم، چون خودم همین چند روز پیش دیدمش و انقدر روم تاثیر خفن گذاشت که فقط خواستم با شما به اشتراک گذاشته بشه. این فیلم یه حرف خیلی خوبی داره بهتون میزنه که همون آخرش متوجه میشید. حرفی که توی این فیلم نهفته شده رو به نظرم هر کارمند یا کسی که یه زندگی روتین و روزمره داره باید یه بار بشنوه. میخواد بهت بگه که ببین کار تو، شرکتت، رئیست، هیچ کدوم اینا باعث روزمرگی و دور شدن تو از خوشیات نیستن. هر چقدرم حالت بد باشه، هر چقدرم از کارت متنفر باشی، این تویی که انتخاب کردی اونطوری زندگی بکنی. این شرکتی که داری براش کار میکنی شاید از تو میخواد مثلا 50% انرژی تو بذاری. تویی که انتخاب میکنی بیای 150% بذاری، سر سال اونم ازت دیگه توقعشون همون 150% میشه. بعد از اون دیگه تو وقتی نداری که برای خانواده‌ات بذاری، وقت نمیکنی به دوستات برسی، وقت نمیکنی بری پی خوشیات، پی هدفات، استعدادت. همه اینا باید کنار بره، چون اون زندگی روتینت شده تمام زندگیت. خب خیلی هم واضح بود، ما جو رو دیدیم که خودش انتخاب کرده بود توی اون دستگاه بره و اون تست رو بگذرونه. اصلا خودش بود که اون حتی تولیدش کرده و میخواست امتحان بکنه که چقدر میتونه با این چالش ها کنار بیاد تا چقدر میتونه بالا بره، که خب واقعا هم باعث شد یه مقدار ترفیع شغلی پیدا بکنه. اما به چه قیمتی؟ به این قیمت که قطعا باید بیشتر میرفت سر کار، قطعا کل انرژیش رو میذاشت اونجا. همونطوری که قبلا پیش اومده بود دیگه نمیتونه با همسرش خیلی جا مثل سونوگرافی برای بچه‌شون بره. موقع بزرگ شدن بچه معلوم نیست چقدر بتونه بهش برسه و فقط میخواد براشون پول فراهم بکنه. فکر میکنه همه خانواده فقط به پول نیاز دارن، در حالی که چیزی که همسرش ازش میخواست فقط توجه بود. میخواست کنار هم دیگه باشن، نیاز به اون خونه بزرگ نداشت. با اینکه خوشحال شد وقتی که فراهم کرد براش، ولی خب نیازش نبود، نیازش توجه به همسرش بود. در کل اگه کانال منو دنبال کرده باشی چندین بار گفتم من خب کار خودم روزمره است، کار خودم کارمندی روتینه، از ساعت 9 صبح نیستم میرسم خونه ساعت 7 شب، از اون ور روزای زوج میام تا اینجا ویدیو بسازم و بذارم، ساعت میشه 10-11 شب، هیچ وقت دیگه ندارم بعد بخوابم. روزای فردی سری کار دیگه دارم دوباره نمیرسم. یعنی الان من نزدیک شاید 7 ماه 8 ماه با رفیقام بیرون نرفتم
و این خیلی در اذیت هم میکنه. سر همین هم بود که این فیلم وقتی تو این هفته دیدم تصمیم گرفتم یه تغییر بزرگ توی زندگی ایجاد کنم و حتما اگر که بتونم به عمل برسونمش با شما به اشتراک میذارم. اگر شما هم زندگیتون اینطوریه به نظرم حتما یه تغییر تو زندگیتون ایجاد کنید. این فیلم میخواد بهتون بگه که معلوم نیست چقدر زنده اید، ولی زندگی اونقدر ارزش نداره که بخوای همش رو پی کار و پول درآوردن بذاری. امیدوارم خوشتون اومده باشه. مراقب خودتون باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب بهتون نره. روزتون هم گلسی.